با سلام درود احترام خود هموطنانم در سراسر دنیا خدمت شما. این روزا گفتم در اپیزود قبلی که دیگه آمدن و کم کم سراغ خمینی خودش رفتن و افشاگریش میکنن، حرفاش میزنن که شهامت پیدا کرده. خیلی مسئله مهمی، چون خمینی که دروغگوترین افرادی من تو تاریخ خوندم، بعد اینقدر هم محکم دروغ میگفت که واقعا هم خودش باورش هم اطرافش باورش میشد. اگه مصطفی زنده بود جیگرش رو در میورد، ولی خب مصطفی رو کش که بی جان است. پسرش رو بگم خدمت شما که یکی از دروغگوهای هنرپیشه، یکی از دروغگوهایی که بلد بود چی کار بکنه، میمکس درست بازی کنه، این کار بکنه، اون کار بکنه، حرفه‌ای بود. بعد زمانی که به درک واصل شد، آمد همش برج و بارگاه ساختن که مردم حس بگن بابا عجب خری بوده این دیگه اینجا واقعا، ولی دیگه اینا هنوز رنگی نداره. و خیلی خوشحالم که شبکه ها شروع کردن، مردم شروع کردن، به خود مسئولین که خب این چه کاری سرگوشی دروغای بهشون گفته، تازه کم کم دوزش هنوز تتمه اینا که پس یه بازی چی بود عامر بوده. گفتم روز اول همین گفتیم، ما چیز خاصی نگفتیم، همه روز اول افرا همین بوده. ولی خب خیلی خوشحالم که این راه افتاده رسته، مخصوصا که خمینی میدونید که خب دروغ میگفت، روحانی بود، آیت الله عظما بود، رساله داشت، ریش داشت، عبا داشت، قبا داشت، تبلیغات هم تو دلتون بخواد داشت. تبلیغ هم میکردم براش دیگه، مردم باورش آقای پخیه دیگه، خواسته چیزی هست. ولی خب همه اینها خوشبختی به سرعت براباد از بین رفت. این خیلی خوبه. اینا جوری از خودشون تعریف میکنه. یا مثلا رئیسی میگه که اصلا زمان امام اینجوری بود، اینجوری بود، مردم این زمان امام دوست داشت. یه بنده خدایی خرش برد بازار بفروشه، اون بازار که مثلا مال میفروختن کسایی بودن که داد میزدن، حرفه‌ای بودن تو کار اینها. خلاصه آقای خر اینجوری اینجوری، بعد داشت گوش میگه از خر چقدر تعریف کردی رو، خرشو برد و عرش رسوند، بگو پشیمون تو خرم نمیفروشم. حالا اینقدر محکم دروغ میگن، اینقدر محکم تبلیغات، خودشون باورش میشه. من اینو با چش دیدم، به عینه دیدم، به عینه دیدم که چجور خودشون باورش میشه دروغ خودشون. یا مولا داشت تو خیمه میرفت، دید بچه شلوغ میکنه جلو خونش، گفت کوچه بالایی آش میدن، آقا همه دوید رفتن، دید اینقدر بچه محکم بودن، خودشون رفت باورش شد. خب یه سری اخبار تو خدمت عرض کنم، یه سعی میکنم بچه خوبی باشم و کلیپ چیز تقدم کنم، کلیپ مال کارخونه رو. چقدر بچه شرکو تماس کردن، چقدر میگن آقای گریبی خیلی خوشحال میشه ما. بله، بعد یه آقای پیدا شده که حرفای میزنه، کلیپ هم میذارم که چیزی نخواهید، ما بدونه جنگ داریم. شما گوه میخواهید بدونه جنگ، کیو بدونه بجنگید؟ کی گفته؟ آنجوه سمنان واقعا مردم بخوان به زندگی رفاه آب تو شکمه تکنم، کی گفته به جنگید؟ کی شد دستان دولی کار کرده؟ هر اون زاده چون نوکر اونا هستید، ولی زفی نزنید. انتصاب مجدد گروسی به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وزیر امور خارجه آمریکا تبریک گفت. تبریکی که با تبریکیه آقای گروسی. لرزش زمین در صدای مهیب انفجار در خرم آباد، مقامات میگویند شهر در امن و امان است. خبرها آرکیز در پیش شنیده شدن صدای انفجار شدید در لرزش زمین در خرم آباد لرستان حوالی ساعت 10 شب دوشنبه 3 مهر، مردم این شهر از ترس به خیابان آمدند. مقامات امنیتی استانداری با تکذیب هر گونه انفجار یا زمین لرزی میگویند ستاد مدیریت بحران تشکیل شده و موضوع دست بررسی است. بررسی صورتگرفته شامی در سازمان زمین‌شناسی آمریکا نیست، هیچ گونه لرزمی در زیر در این منطقه یا در منطقه دیگر ایران ثبت نکرده است. یک نماینده مجلس: بیشوهر ماندن دخترها و به ولنگاری، بی‌حجابی و بدحجابی منجر می‌شود. شوخی نکن، می‌خوای فوش بر پدرت فوش بدم، خودم بدم که صحبت. دست رد آمریکا بر سینه جمهوری اسلامی، درخواست امیر عبدالله امیر سفر به واشنگتن رد شده است. خب بی که حالا بازیشون کار ندارم، اما ای که رئیسی گفته نیویورک پایتخت ما،
خب این قبل از این حکومت ننگی سرکار بنیاد بنیاد پهلوی بود. این بنیاد پهلوی شد بنیاد علوی با دنیای سرمایه و پول سرمایه‌گذاری و اینا. بعد نایک اومد گرفت دیگه. نایک خودش رو در اصل دفترش همه چی رو چیز میدونه. سفارت ایران در آمریکا میدونه. و عبداللهی هم خواسته اونجا چیکار بکنه؟ الله اعلم ولی خواست چی از فهم نکنه قبول نکنه. پس از نشست غیر علنی صبح مجلس در جلسه علنی با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه رأی مثبت داد. به اندازه تمام دوران کسری بودجه داره این لایحه که دادن. پشت درهای بسته سریع چیز کردن علنی گفت کسری بکنید. وقتی پول نیست، وقتی فکر نیست، وقتی که یک زمان انشای بود و تا علم بهتر سیاست ثروت. بعض بچه‌ها نوشتن که آقا علم بهتر است، علم نشوش سرات دستون در میره. حالا واقعا واقعیت همینه. مجلس شورای اسلامی در نشست امروز خود کلیات لایحه برای توسعه هفتم رو تصویب کرد و در روزهای گذشته تغییراتی که در کمیسیون تلفیق در لایحه پیشنهادی دولت اعمال کرده بود تبدیل به چالش بین دو قوه شده بود. در نشست امروز که تا غیر علنی در ساعت 8:50 دقیقه صبح وقت ایران علنی شد نماینده و مخالف و موافق در مورد کلیات رأی اظهار نظر کردند که در نهایت پس از رأی گیری به کلیات به تصویب مجلس رسید. روز گذشته خبری منتشر شد که یکی از دیدار فوری باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی در مورد نحوه بررسی لایحه هفتم توسعه در مجلس داشت. به نظر میرسد جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی به گزارش این دیدار مربوط میشود که بی ارتباط با رأی نمایندگان هم نبود، چون قالیباف در نقطه‌ای که در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس بیان کرد گفت بنده با رئیس جمهوری قبل از این آغاز بررسی کلیات لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی جلسه مشورتی داشتن و قرار شد کار را جلو ببریم. ببینیم چی کار میکنه. ببینید آمار رسمی جمهوری اسلامی از افزایش سن تجرد 40 سالگی روایت میکند. بیشتر شما جوان سیاهتون نمیاد اولی حکومت و سرکار چه حرفا راجع به زندگی کشور دیگه طلاق سن ازدواج به چیزایی می نوشن او اصلاش ناپیدا. گزارش مرکز آمار ایران در وضعیت تحول نیروی کار افراد نشان میدهد که وضعیت اقتصادی باعث افزایش سن تجرد و 40 سالگی شده است. در اصل آمار رسمی منتشر شده این مرکز در سال 1401 بیش از 70% مردم و 80% زنان بالای 15 سال حداقل یک بار تجربه ازدواج رو داشتند. من یه توضیح بدم راجع به افغانی ها من صحبت خواهم کرد. قبل صحبتی من صحبت خواهم کرد. سوال میکنه چه اولی فرصت. بررسی آمار نشان که سن ازدواج در دهه 90 همگام با افزایش فشار اقتصادی روند سعودی به خود گرفته و شانس ازدواج از 30 سالگی به 40 سالگی رسیده است. در این گزارش به ازدواج دختران زیر 19 سال اشاره شده است که بر اساس آمار ازدواج این گروه از دختران از 15% به 10% رسیده است. مردم بریتانیا هم تازه از خوابی داشتن میخوان دوره برگردن به اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا شما قبول نخواهد کرد چون شما به اندازه کافی اروپا لطمه زدید به خصوص با قبول نکردن یورو و البته همه تو تهش شما بود فرق نمی کنه. تظاهرات کردن که ما میخوام برگردی ولی بعید میدونم که قبولشون کنم. مورا یک توافق جامع و قابل تاست آزمایی در راه حل برنامه هسته ایران است. خجالت هم نمی کشم واقعا من نمیدونم آدم شو نمیشنم کی هست از کجا بودن چه خدا الله علم. در استعفای دبیر فرهنگستان علوم در اطلاع به دخالت های شورای عالی انقلاب فرهنگی آقای حداد عادلی حرفا نه ما آقا داد با خود کنار بیاد پشکه نداره. منابع خبری در ایران است از استعفای دبیر فرهنگستان علوم به دلیل آنتی دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی اعلام شد خبر دادن. بر پایه تاثیر منتشر از نامه استعفای رضا فرجی دانا دبیر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی این نامه 30 شهریور ماه و خطاب به مجمع عمومی فرهنگستان نوشته شده است. مبارکت باشه. ارتش اوکراین با جنگ افزارهای غربی و روسها جهنم آفریده ایم. فرماندهان اوکراینی میگویند تاثیرات سنگین تامین شده در توسط غرب در نبرد شدید در حومه باخمود که در اردیبهشت به تصرف روسیه درآمد تلفات قابل توجهی به خطوط دشمن وارد کرده است. به گفته فرمانده یگان توپخانه اوکراین نیروهای مسلح اوکراین به سامانهای توپخانه سنگین ساخت ارتباط متحده و نیز لهستان
بسیار متکی هستن. موقعیتون باشه. تلاش سوریه برای پایین دادن به انزوا، شی و اسد برگزارش روابط دو کشور. حالا خرابی رو درست کردن، نوبت اوناست که بیان آباد کنن، به ریشی رو هم بخندن. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در تلاش برای پایین دادن به انزوای دیپلماتیک و تحریم غرب روز جمعه به چین سفر کرد. این سفر اولین سفر رسمی اسد به چین از زمان آغاز جنگ داخل سوریه به سال 2011 است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بشار اسد آخرین نفر از سلسله رهبران مطرود است که از سوی پکن مورد استقبال قرار گرفته است. حالا داره یک حرف اینو به هم میخوره با هم. خب تفکیک جنسیتی دانشجویان پزشکی از حد شرعی به نگاه برای نگاه به نامحرم تا ممنوعیت اتکلن. دیگه از این دیگه بالاتر بهتر دیگه نمیشه با هم. نان در تهران گران شد. وزیر اقتصاد: نظارت ویژه بر قیمت نان داریم. داشته باشه جونه درد. خب خدمت هستم که من یک دور اونجا بازم خبر زیادی هست تا امروز دو تا کلیبا تقدیم کنه که را سرگان افاقیت هست صورت کنم که ایران چه خبر چی هست سرگان چی هست. هیچ نگران نباشید بعد بهتون میگه چرا. آقای خزدری هم که دیگه حالا تازه سر در آورده که من مأمور حکومت بودم توی مدت اپوزیسیون شرکت میکردم سوپاپ بودم از این حرفا از قبلم داد میزد قیافه حماله توی حرومزاده که نون اون پدرت خودت خوردی. بعد یک دفعه شد مأمور گفت من اپوزیسیون شدم مأمور اصلا برای مأمور هم بودم. خب آقای خامنه‌ای رژیم بانک وقت کرده آتشی بزرگ در مرکز استاندارد دفاعی ایران تو بنو بنیاد انفجار اتفاق افتاد. سرش در نمید چی هست چی نیست بعد من سباس با کلیپ خواهم بود دخواهم تفاهم بود یا تو کام رو گفتم خوش که خواسته کار خود رو پیش میده ایام بکام رو گفتم.